خب دوستان عزیز السلام علیکم. البته از شهر مونشن به طرف وین کشور اتریش حرکت کردیم. فردا 27 سالیاد شهادت شهید سن عبدالعلی مزاری است. همراه ما که میبینین محترم فرید عزیزی از برادران پشتون ما هستند و غفور صداقت پشت سر ما، پشت سر موتر که میبینین البته از برادران هزاری ما هستند و خودم عبدالله رحیمی از قوم ازبک. ادب ما البته از معرفت این مسئله یا بازگو کردن این مسئله ای بود که در بین قشر روشن اندیش و روشن فکر افغانستان مسائل منطقه، زبان، قوم، مذهب، عقیده اصلا ارزش ندارد. ما به خاطر یک جغرافی مشترک، به خاطر یک منفیت ملی مشترک مبارزه می کنیم. از این خاطر تصمیم گرفتیم در حدود اضافه تر از 400 کیلومتر فاصله داریم، انشالله تا وین برسیم و این شب هم مهمان یگانه میراث شهید مزاری البته بانو زینب مزاری هستیم. انشالله در ویژه با ایشان هم دیدار خواهیم کرد. سلام و وقت بخیر جناب دکتر صاحب، غفور صداقت، جهان سپاس از اینکه به ما موقع را مسائل ساختین و به این سفر را برای شما همراه شویم و افتخار بخشیدیم. ممنون کنم از تک تک دوستا تشکر میکنیم از اینکه ما را میبینن. قسم که دکتر صاحب گفت که ما سفر داریم به طرف شهر وین اتریش به خاطر سالیاد از اشتراکی برنامه. ما میخواییم که وحدت داشته باشیم، متحد شویم، برادری، همدلی، همبستگی باشد. ما از امو از افغانستان، از یک افغانستان، از یک جغرافیه هستیم، همه ما برادر هستیم و به تمام اقوام افغانستان احترام داریم و بزرگان خود را ما باید احترام بکنیم و تاریخ ما و نسل های بعدی، نسل های آینده کشور ما باید تلاش بکنیم تا همدلی و برادری، همبستگی باشه و نسل آینده کشور نسلی هست که افغانستان را می سازد و ما کسانی هستیم باید تلاش بکنیم یاد و خاطرات و تاریخ خوب بگذاریم که نسل آینده بالای ما افتخار بکنه. برای من فرق نمی کنه کی از کدام سمت و سو و از کدام قومی است. من اصلا وابسته به قوم یک طرف و یک سمت نمی دونم. از زمانی که خود را شناختیم تلاش ما، زحمات ما خاص به این بوده که افغانستان واحد و آزاد و مستقل داشته باشیم و همه کنار هم باشیم، برادر باشیم و وطن خود را آباد بسازیم. برای ما
است یا کدام جهت است، ولی او برادرم است. از او پنجابی که میای بالای برادر هموطن من حفت میکنه شرف داره و ما هیچ وقت سر خم نمیکنیم و نه تعظیم میکنیم و اشخاص بیگانه بیای بالای وطن ما حکومت بکنه، بالای مردم ما ظلم بکنه. قسمی که حال شما شاهد هستید، طالب یک وسیله است، طالب حکومت نیست، طالب یک پروژه است. خب امروز ما ضعیف هستیم. ضعیف بودن به این معنی نیست که ما تعظیم بکنیم یا تسلیم شویم، ما مبارزه میکنیم. گفته یک شعر از گرما را نرسیدیم با آن قله سبز، نسل دیگری رسد ولی میر شود. ما تلاش میکنیم که نسل بعدی خود را تربیه بکنیم و رسانیم، در کنارش استاد باشیم تا که ما آزادی و استقلالیت خود را داشته باشیم و غلام اجنبی بیگانه نشویم. سپاس از دکتر صاحب. انشاءالله صحبت ها ادامه می داشته باشه. وقت می دیم به جناب صداقت صاحب. تشکر بسیار زیاد صحبت می کنیم. تشکر البته به نقاط بسیار مهم و ارزندی که اشاره کردین و ما بر شما اطمینان داده می تانم که این تعهدات یا این قولی که البته جناب عزیزی در اینجا ارائه کردن یا شعارهای میانتهی نیستن، مثل شخصیت های دیگی که در زمان کمپاین البته شعار می دادن. ما در مرحله کمپاین هم نیستیم و در یک حالتی هستیم که واقعا همون مردم، درد همون مردم و ظلم و ستمی که فعلا در افغانستان جریان داره، اونم وحشت و بربریتی که در افغانستان جریان داره، این را احساس میکنیم و میخواییم که حداقل صدای همون مردم شویم، صدای از ما را بلند بکنیم. جناب غفور صداقت هم یکی از فعالین مدنی است و همچنان همراه ما هستن. جناب صداقت میتونی پیامت در اینجا کوتاه کمی صدایت بلندتر میکنون از این کردید بکنیم بشت Gracias.
خارج و در داخل کشور واقع به خاطر مردم خود، به خاطر تمامیت ارضی افغانستان، به خاطر منفیت های ملی افغانستان میان میشه دست به کار شود. و دست به کار شود هدف من است که اینمی تصویری را که شما میبینین که ما چگونه میتونیم به خاطر یک افغانستان واحد گروه باره میکنیم، اینمی براتون الگو شود. وقتی که ما اینمی انگیزه را نهادی نبسازیم، همگی با یک صدا از تمامیت ارضی خود دفاع بکنیم، برای ما مهم نیست منطقه جنوب از شرق از شمال از غرب از شمال شرق روانگر، این مسائل مهم نیست. بیشتر جناب فرید عزیزی در این مسئله اشاره کردن، برای ما زبان، برای ما امو جغرافیا، امو اتمسفیر، امو فضا بسیار مهم است. کسانی که در اونجا زندگی میکنن همگی فرزندان ما هستن. ما به خاطر ازیا، به خاطر حق و حقوق ازیا با آخرین نیروی خود تلاش میکنیم و مبارزه خواهیم کرد. ما به این البته تعهد بستیم و هیچگاهی به تحرکات، به توهین، تحقیر و سرکوبگری ها اجازه نمیدیم. هر کس باشه به زورگویی اصلا اجازه نمیدیم و به مقابل ازی هستیم. ببینید وقتی که ما واژه ها را استعمال میکنیم در اینجا، این واژه ها محکوم هستند. واژه های منفی که البته در اینجا پدیده های منفی که البته در اینجا مطرح میشه و مقابل ازی مبارزه میشه. یعنی سه شخصیت که از سه ملیت هستند همگی و مقابل واژه های منفی البته ما مبارزه میکنیم. فقط تامین عدالت آرزوی ماست و برادری یک روزی شود، اگرچه شیرازه وحدت ملی در افغانستان کاملا فرو نریخته، ولی که یک تعداد حلقاتی هستن که میخواهند از این سوء استفاده بکنن و بیشتر جناب فرید عزیزی اشاره فرمودن که یک تعداد نیروهای بیرون مرزی میخواهند بالای ما حکومت بکنن. مهم نیست از هر جایی که آمده باشن، خارج از مرز افغانستان باشن، ما قبول نمی‌کنیم هیچگاهی. و ای البته یگانه راه مبارزی ما است که ما خود ارادیت سیاسی مردم افغانستان را می‌خواهیم. هر وقتی که یک حکومت در اوجه ایجاد شوه باید خودش تصمیم بگیره و با حمایت مردم البته روی قدرت بیایه. از روی مرد موننگ خوچو یو مطن جونی جهان مویه برا مشوه هم یک دیگه.